ولی این رو من خاتمه سخن قرار بدم که همه ادبیات جهان متخذ از کتاب وحیه، یعنی باز نقطه اوج همون قرآنه. در ادبیات ما هیچ کتابی در عالم به اندازه قرآن در ادبیات خودش تأثیر نکرده و همه خوبی ها رو که شما گفتین و همه لطایف گفتین، باز میبینید که اینجا سرچشمه اصلی اینجاست. اینا شکر رو گرفتن، خود مولانا میگه بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست، یعنی پیغمبر اکرم. شعشعه این خیال زان رخ چون وزه هاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفی است. قرآن الحق و الانصاف مجموعه زیباییه، یعنی اصلا اگر یک کسی راجع به این زیبایی ها فکر بکنه برهان نمیخواد. قرآن الحق و الانصاف مجموعه زیباییه، یعنی اصلا اگر یک کسی راجع به این زیبایی ها فکر بکنه برهان نمیخواد. اصلا این میشه یه نفر آمده باشه همطوری بگه وزها و لیل اذا سجا ما و ذکر ربک ما قلا، اصلا میشه همچی تناسباتی خلق بشه؟ اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظتون رافعه، اصلا این ترکیب معلومه که از عالم حقیقت میاد، چون این حرف افلاطون گفت زیبایی حقیقته. وقتی زیبایی اصیل رو آدم میبینه حقانیتش اصلا اثبات میشه، به نفس همون زیبایی حقه و این کلام در عمق وجود انسان اثر میکنه. به همجهت ادبیات جهان، اون ادبیات اروپا هم همینطوره، از همین بایبل علارغم اینکه خب تحریفاتی درش هست تو ترجمه ها و تغییرات، ولی باز اگر کسی این کتاب عمیقا بخونه میبینه که اون گوهر الهی و اون نور الهی همه جا هدایت کننده هست. سر والتر اسکات انگلیسی که محبوب ترین نویسنده در ادبیات اروپا حتی هست، یعنی بیشترین نمره رو بهش دادن، که این چه مرد شریفی بوده، همون کسی که داستانه آیوان هو و صد داستان نوشته، مجموعه اشعار هم داره، میگوید که خدایا اگر در همه دیوان من یک بیت هست که نام تو نیست اینو خط بزن، و اگر در همه دیوان من فقط یک بیت هست که نام تو هست همون برای شکوه دیوان من کافیه. بنابراین هر شعری که اسم حضرت حق نبوده و هر شاعری که در سودای این نام نبوده، نامش در عالم علم نشده. سعدی میگه که نامتن در دهن نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. بنابراین امیدواریم که من حالا فقط یک گوشه ابروی از ادبیات اگر که توفیق پیدا کرده باشم که نشون بدم، و یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی.